داخلیه، یعنی اطلاعاتش هرچی از رو خود گوشی ذخیره میشه. مارکش هم که میبینید دیگه، یه مارک گمنامیه. اگه قطعه بخواد من ندارم، یعنی باید از همکاران بپرسم. حالا اجازه بدین بازش کنم ببینم چی میشه دیگه. قبل اینکه برسی باید ببینم چی گفتی. سلام. خسته دست. خدا صبر کنه. سلام. خدا صبر. ببخشید مزاحم شدیم. خدمتتون عرض شود که کسبه یه پرده رو نوشتم برای ابراز همدردی. گفتم که با اجازهتون بزنیم کرکره مغازه. بی حوصله کنارت نشسته بودم. وقتی داشتی جز به جز و مو به مو به هم توضیح میدادی که سیما رو چجوری به هم وصل کنم و چجوری چسبشون بزنم. باور نمی کنم اون همه اصرار واسه یاد گرفتن کارهای مردونه بی دلیل بوده.
میخواستم نذارمش تو ساکت. گفتم جاگیره، تو هم که اهل عطس زدن نیستی، ولی انگار کل شیشه رو خالی کردی رو خودت. اینا رو هم یه جا بذار خدا نبینه. گوشی رو چی کار کردی؟ بردم دادم درستش کنم. گفت درست میشه؟ تلاششو میکنم. فکر کنم جعفر باشه، من برم عطیه جون. شام بیا پیش ما. جعفر آقا میخواد برگرده؟ الو، من پشت پنجرم، شما جاتون بده. فکر کنم الو سلام زهره خانم، اینا روزه دارن، یه چند روز خونه بعد اینجوری باشه. الو. الان بهتر شد. آره، نه گفتن چهارشنبه. جعفر آقا دوستش بود. جس شد چهارشنبه. به این بابا خان زنگ بزن خودتو زودتر برسونه ها. باشه زنگ میزنم. الان ببخش. کی زنگ میزنی؟ نه مادرم گوشی زنگ زدم خاموش بود. شاید کار داشته باشه نتونه بیاد. خب الو، بله به مادرم گفتی؟ نه نه چیزی لازم نیست، فقط لطفاً سریع‌تر شد. قول داده. چرا نخوردیش زنگ تفریح؟ سیر بودم. قول داده چادر جشن تکلیفم بدوزه. نه خب برات نهار میارم. باید تو گربه شور نکنی ها، سرتو درست بشور. نه مگه گربه ها چیزی میشنن کنیسی ها؟ سلام خانم جون، خوبم. خوبه حمامه؟ نه هنوز نتونستم بهش بگم. نه 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 شما نه، ببخشید تو خدا اینجا شلوغ بلوغ بشه میفهمه، اما من امروز زنگ زد گفتم نیاد. نه خودم یه کاریش میکنم. چشم، خیلی ممنون خانم جون. آقا جون سلام برس، خدا نگه. اون گوشی باید درست بشه. هدا اگه ویدیویی که براش ثبت کردی و ببینه، من راحت تر میتونم بهش بگم. مگه نه؟ مگه نه حسین؟ تندروی‌هایشان بهترین گزینه برای کسانی بودند که سعی در از بین بردن
هویت تاریخی کشورهای اسلامی داشتن. چرا اینقدر سنگ زدی؟ ول نمی کرد که هی می گفت دوباره زنگ بزن شاید بردار. نفهمید که به من زنگ زدی؟ اسمتو عوض کردم. عطیه، میگم چند روز دیگه محله و کوچه پر میشه از عکس حسین آقا. چرا بهش نمیگی آخه؟ بذار این گوشیه روشن شه، فیلمی که حسین برش ثبت کرده رو بهش نشون بدم. بعد خود حسین هم اینجوری میخواست. جا تو کجا پهن کنم؟ نمیخواد، خودم پهن میکنم. چه اتفاقی در این نقطه از جهان افتاد که چهره اونجا را به خرابه ای مبدل کرد؟ حتی اخلاقش هم به من نرفته. مثل خودت نامنظم، شلوغ. قهر نکن، مثل خودت مهربون. خوشحال.
چرا اومدی دنبالم؟ میخوام بریم یه جای خوب. اینم ابروش. اول از چشماش شروع میکنم. خب چشماش هم در آوردن. به آقا زنگ زدی؟ بس برده جاشه خواهم. اگه بهت بگم بابا حالا حالا نمیاد و سفرش طول میکشه چی میگی؟ خدا بابا گفت. میگم تو یاد نداره باهاش حرف بزنی. ببین خدا. اختون بابا من بابا نبود عزیز دلم ساکت باش بابا نم خودم عزیزم دروغ بگو خدا خدا من که تا حالا به تو دروغ گفتم شما شو بگی میخوام من صحبت کنم میگم بابا نبود حسین پسردایی بود اون که بچه از موبایل نداره همه از دروغ میگی به خدا من خبر نداشتم اسمم رو عوض نکردی اگه نه هنوز نتونستی بهش بگی؟ زور میخواستم بهش بگم که تو زنگ زدی جعفر امروز رفت مگه قرار نبود برای تشییع حسین بمونه بهش گفتن فوری برگرده شرایط برام بهتر از تو نیست من اگه اتفاقی واسه جعفر بیفت اول همه به مهدی امید میگم قرار نیست سرنوشته همه مثل هم باشه ایشالله سعی سالم برمیگرد
جات خالی صبح رفتم حرم. میخواستم حاجتمو بگم اما زبونم نچرخید. یهو انگار به دلم افتاد بیام اینجا پیش مامان بابام. باز مثل قدیما همسایه‌شون شدی. حسین، گمونم قرار نیست دیگه اون گوشی روشن بشه. باید قبول کنم که چادر نماز هدا رو خودم بدوزم، که زرنگ نباشم و هدا به جای تو سر منو کلا بذاره. با قبول کنم از این به بعد هر وقت دلمون تنگ شد بیایم اینجا دیدم. مامان مرسه که از این ور نیست. مدرسه نمیریم. پس کجا میریم؟ بابا برگشته.